بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه. درس امروز ما از شاگردای عزیز حل معادلات مثلثاتی که چه قسم با شما معادلات مثلثاتی را حل بکنیم، و باید مد نظر داشته باشین که در معادلات مثلثاتی مثل معادلات الجبری واره باید اول معلوم و مجهول بکنیم، یعنی عددهای معلوم ما را به طرف راست مساوات انتقال بدیم، بعدا باز قیمت متحول یا اکس پیدا بکنیم. به خاطر پیدا کردن حل معادلات مثلثاتی مراحل ذیله باید مد نظر بگیریم. یک، با کمک حل معادلات الجبری قیمت مجهول را به دست می آوریم. چی مانا؟ یعنی وقتی که ما شما معادلات الجبری را حل می کنیم که معلوم و مجهول میکنیم، چیزی که مجهول از به طرف چپ نگاهش میکنیم و چیزی که معلوم است او را به طرف راست انتقال میدیم. بنابراین امی که میگه با کمک حل معادلات الجبری قیمت مجهول پیدا بکنیم، یعنی معلوم و مجهولتان باید یک طرف بسازیم. دوم، با کمک جدول نیاز می داشته باشین که وقتی که نسبت های مثلثاتی را قیمت مجهول می خواهید پیدا کنین، باید به جدول مراجعه بکنین تا قیمت را که به دست آوردین مربوط به کدام زاویه می شود. سوم، چون معادلات مثلثاتی پریود یک است، یعنی در پریود یک یک دوران مکمل 360 درجه است، بنان الهای بیشمار می داشته باشد، الهای بیشمار دارد که ما شما میتونیم او را پیدا بکنیم. پس با استفاده از فرمولای عمومیش باید نسبت های مثلثاتی را پیدا بکنیم، حل کنیم. چند فرمول است که یا به نام فرمولای عمومی میگن، از ساین کوسیکنت که زاویهشان مساوی باشه، اکس مساوی و ان ضرب پای جمع قوس منفی یک کل و توان n ضرب در تیتا. این فرمول عمومی است برای ساین و کوسیکنت که قیمتهایشان مساوی باشد. برای کوساین و سیکنت هایی که زاویهایشان مساوی باشد قیمتهایش، فرمول عمومیش x مساوی است به 2n پای مثبت منفی تیتا. ای از کوساین و سیکنت است که غلط نکنین، اشتباه نشست پیشتان. و سومش فرمول عمومی آن در زوایایی که تانجانت و کوتانجانت های مساوی داشته باشد، فرمول عمومیش x مساوی به n ضرب پای جمع تیتا است، که با واسطه وقتی که سوالا را حل کردیم باید این فرمولای عمومیش قیمت گذاری به عوض تیتا، بازم قیمت را که پیدا میکنیم بایدش وضع بکنیم. این فرمولا را باید از یاد داشته باشین. بازم برتان میگم، از ساین کوسیکنت x مساوی به n ضرب پای جمع قوس منفی یک کل به توان n ضرب در تیتا است. فرمول عمومی آن در زوایایی که کوساین و سیکنت های مساوی دارند، x مساوی به 2n ضرب پای مثبت منفی تیتا است. و فرمول عمومی آن در زوایایی که تانجانت و کوتانجانت های مساوی دارند، x مساوی به n ضرب پای جمع تیتا می باشد. حالا میریم سوال حل میکنیم. سوال اول از شاگردا، دو ساین x منفی جذر 2 مساوی میشه به 0. میگه این معادله را حل بکنیم. در اینجا قیمت x را میخواییم پیدا بکنیم. اول ای که وقتی که میخواییم قیمت x را پیدا کنیم، هر چی که با ساین x است دالت جمع منفی، او را باید به طرف راست انتقال بدین. بنابراین در اینجا منفی جذر 2 باید به طرف راست مساوات انتقال کنه که باز مثبت میشه. پس دو ساین x خودش هم میگیرم مساوی است و امی جذر 2 را ما از چون اینجا اشاره منفی داره این طرف مساوات که انتقال بدم اشاره مثبت پیدا میکنه. پس اشاره مثبت شما دیگه نشتن نمیکنم. در پولی ساین سعی میکنم که عدد 2 است، بنان هر دو طرف مساوات باید تقسیم 2 شود. خب سعی کنین اینجا من خط برکش کنین، تقسیم 2 یعنی هر دو طرف مساوات تقسیم 2 کنین. وقتی که من هر دو طرف را تقسیم 2 کنم، در صورت 2 ساین x تقسیم 2 میشه، تقسیم 2 و
مساویس به او طرف جزر دوم تقسیم دو میشه. اینی جزر دوم کس یام تقسیم دو میشه. بنان کسرش اول میتون در صورت از جزر دو باشین که ما اول جزر دو را بتون این در صورت از جزر دو تقسیم دو میشه. وقتی که تقسیم شد شما سعی کنیم اینی دو دویی که در پالوی ساین اکس است با مخرج خلاص میشه. وقتی که خلاص شد تنها میمانه ساین اکس مساویس و این طرف ما جزر دوی بر دو میشه. جزر دوی بر دو حال میریم در جدول میبینیم که ساین کدام زاویه کوچکترین زاویه که ساینش جزر دوی بر دو باشه باید از روی جدول ما شما او را پیدا کنیم. در روی جدول میبینیم جزر دوی بر دو مربوط به ساین 45 یا پای در 4 میشه. پس قیمت x 45 درجه است. پس میریم در خود سوال میگیم اگر ساین 45 درجه یا پای در 4 به عوض 45 درجه پای در 4 نشته بکنیم که به سیستم رادیان باشه و همیش به سیستم رادیان هم نشان داده میشه. بنان ایجا در صورتش ما پای میتونم اینا پای بر 4 مساوی به چند میشه؟ مساوی به جزر 2 بر 2 میشه. پس ایران میارم در ای پایان نشته میکنم. پس ساین پای بر 4 جزر 2 بر 2 قیمت x را پیدا کردم. قیمت x مساویس با پای بر 4 یعنی 45 درجه است. قیمت x 45 درجه است در این مدله. این اینجا قیمت x 45 یا پای در 4 است. بنان قیمت x را پیدا کردم. حال این قیمت x را در فرمول عمومی میمانم. بر فرمول عمومی ساین x مساوی با n ضرب در پای n ضرب در پای مثبت قوس منفی 1 کل به توان n سعی کنین در اینجا براتون گفتیم از منفی 1 کل به توان n بنان نشته میگیریم منفی 1 کل به توان n توانش n میتیم و ضرب در n ضرب تیتا گفته ضرب الفا یا تیتا هر کدامش که وضع میکنین شما میتونین چون نام زاویه است تیتا. پس اگر ما در این فرمول به عوض تیتا قیمت بگذارم x مساویس و دیگه قسمتایش از اینی n تا و اینی قسمتش خودش میگیرم هرچی که هست این خودش باشه صرف به عوض ضرب پای نشته میکنم ضرب پای بر 4 اینی قیمت که پیدا کردین ایره نشته میکنم ضرب در پای در 4 پس اینا قیمت x هم پیدا کردیم قیمت x ما مساوی با پای بر 4 است و در فرمول عمومیش هم وضع کردیم. این بود حل سوال اول. به می ترتیب شاگردای عزیز سوال دوم است. در سوال دوم میگه کوساین x جمع 1 بر 2 مساوی میشه با 0 میگه قیمت x را اینجا پیدا بکنین. در پالوی x دالت جمع 1 بر 2 است. بنان من 1 بر 2 را باید طرف راست مساوات انتقال بدم. وقتی که من طرف راست مساوات انتقال بدم تنها کوساین x میمانه. در طرف راست مساوات سعی میکنیم اینجا 1 است. بنان 1 خودش را میگیریم. اینی مثبت 1 بر 2 وقتی که طرف چپ مساوات انتقال کنه منفی 1 بر 2 میشه. بنابراین از مثبت 1 بر 2 را به طرف راست انتقال دادیم. حالا میریم این را حل میکنیم کوساین x مساویس با از 1 که نیمش بره نیم دگهش میمانه. بنابراین من میتونم این را چند نشته کنم کوساین x مساوی به 1 بر 2 هم به این شکل نشته کرده میتونم و هم به شکل کسریش نشته کرده میتونم که اینیست از 1 که نیم بره
نیم دیگه باقی میمانه. حالا نیاز است که ما باید در جدول برم ببینم که کوساین کدام زاویه یک در دو است. وقتی که ما در جدول برم کوساین کدام زاویه یک در دو است، کوساین زاویه 60 درجه مساوی با یک در دو است. در جدول اگر ما شما متوجه شوین کوساین یک در دو، کوچکترین یک در دو این قسمت است، نه کوساین یک در دو از 60 درجه یا پای در 3 است. کوساین یک در دو اصل کوساین 60 درجه یا کوساین پای بر 3 یک در دو میشه. بنام من میرم در خود معادله اینطور نوشته میکنم که کوساین 60 درجه مساوی میشه با یک در دو. آله اگر بخوایم قیمت اکس نشان بتیم اوشتان باشه 60 پای بر چند میگفتن در جدول، در این 60 درجه را پای در 3 میگن رادیان. بنان من نشته کرده میتونم که اکس مساوی است با پای در یک اثر میتونم پای در 3 صورتش پای میتونم صورتش باشین که اولی جمع که کسر بتوم، صورتش پای و مخرجش هم پای بر 3. بنان قیمت اکس پای بر 3 برامد. آله در ای را باید در فرمول عمومیش وضع بکنیم. فرمول عمومی کوساین است اکس مساویس با 2n پای مثبت منفی تیتا، 2n پای مثبت منفی تیتا، مثبت منفی شام میتیم ای شد مثبت منفی و تیتا شام وزن میکنیم اینا یام شد تیتا فیست یام تیتا. اینال به وزن تیتا باید ما قیمت شا بگذارم. چی را نوشته میکنم؟ اکس مساویس با 2n پای مثبت منفی را خودش میتونم، اینی مثبت منفی را خودش مثبت منفی به عوض تیتا نشته میکنم پای در 3 اینا پای در 3 دو ان پای خودش گرفتم مثبت منفی به عوض تیتا همین قیمت را که پیدا کردم دیش وضع کردم پای در 3 شد. این بود سوال دوم. سوال سوم است جذر 3 کوتانجانت اکس منفی 1 مساوی به 0 دیگه میگه قیمت اکس پیدا کو. اول منفی 1 ما باید طرف راست مساوات انتقال بدم. بنان این قسمت خودش باید بگیرم، جذر 3 کوتانجانت اکس خودش باید بگیرم اینا دمیم این قسمت جذر 3 کوتانجانت اکس خودش. منفی یک طرف راست مساوات انتقال میتم، منفی یک که طرف راست مساوات انتقال کنه مثبت یک میشه. به خاطر از اینکه تنها کوتانجانت اکس بانه هر دو طرف ضرب جذر 3 میکنیم، یعنی ای طرف هم کلش تقسیم جذر 3 و یک هم تقسیم جذر 3 میریم کسرش اول اضافه میکنیم، در کسرش در صورتش جذر 3 در 3 است. صورتش گفتیم جذر 3 کوتانجانت اکس است، ایرا خودش هم میتیم تقسیم گفتیم تقسیم جذر 3 میکنیم اینا مخرجش هم تقسیم جذر 3. در او طرف طرف راست مساوات ما یک هم تقسیم جذر 3 میکنیم. باشین که ما اول کسرش بتوم یام کسرش یکم تقسیم امو جذر 3. در وقتی که شما در این سوال سعی کنیم در اینجا جذر 3 با جذر 3 خلاص میشه، تنها کوتانجانت اکس میمونه. بنان نشته کرده میتونیم کوتانجانت اکس مساویس با یک در جذر 3، امی یک در جذر 3 را خودش میگیریم، یک در جذر 3. میبینیم که مخرج نیاز داره به جذر 3، صورت مخرج
با کسر جزر سه بر جزر سه ضرب شود تا مخرج ما از جزر خلاص شود. پس صورت مخرج ضرب اینمی مخرج میکنیم، ضرب جزر سه میکنیم، ام صورت و ام مخرج. وقتی که صورت مخرج ضرب کنم پس مساویس و کوتانجانت x مساویس و دیگه کسرش اول نشته میکنم یا کسرش. خب در صورت یک ضرب جزر سه که شوه جزر سه را میده و جزر سه ضرب جزر سه که شوه سه را میده. بنان پیدا کردیم که قیمت کوتانجانت x جزر سه بر سه برآمد. حالا میریم در جدول میبینیم که کوتانجانت چند درجه جزر سه بر سه است. وقتی که در جدول شما سعی کنیم کوتانجانت جزر سه بر سه مربوط به 60 درجه یا پای در سه میشه. حال دیگه من 60 درجه نمیگیرم، مستقیم پای در سه نشته میکنم. کوتانجانت جزر سه بر سه در حقیقت کوتانجانت 60 درجه جزر سه بر سه است. میرم پس در خود سوال به عوض 60 درجه پای در سه رادیان نشته میکنم. پای در سه اول کسرش بتون در صورتش پای در مخرجش سه، کوتانجانت پای در سه مساوی به جذر سه بر سه مبرایه. پس قیمت x پیدا شد که x ما مساوی است به جذر سه و پای بر جذر سه و میتونیم که را به این شکل نشته کنیم. اینه اکس ما یا متیتای ما مساوی میشه به پای در سه. اینه اکس مساوی است به پای در سه. قیمت اکس ها پیدا کردیم. حالا میریم امیر در خود فرمولش وضع میکنیم. برای تانجانت و کوتانجانت اوشتان باشه اینی فرمولو میشه است. اکس مساوی است به این ضرب در پای ضرب در پای بعد از او باز جمع تیتا. تیتایش هم من میرم رسم نشته میکنم یا هم شد تیتا. حالا به عوض تیتا پای در سه وضع میکنیم. این اکس مساویس با این ضرب پای این قسمت کلش خودش هم میگیریم، این ضرب پای خودش هم میگیریم، اینی جمع تیتا به عوض تیتا پای در سه وضع میکنیم. این شد حل سوال سومی ما. سوال دیگه است شاگردای عزیز، دو ساین سی اکس جمع جذر سه مساوی به صفر، مساوی به میخواییم که قیمت اکس را پیدا بکنیم. اول مثبت جذر سه را اینی مثبت جذر سه را طرف راست مساوات انتقال بدیم. کی مثبت است طرف راست انتقال کنم منفی میشه. بنابراین دو ساین سه اکس خودش میگیرم مساوی است با اینمی جذر سه را به طرف راست مساوات اگر انتقال بدم، چون ایجا مثبت است او طرف انتقال کنم منفی میشه. بنان اینه ای طرف انتقالش دادم و قیمتش هم منفی شد. به تعقیب از این هر دو طرف باید ما تقسیم ضریب ساین کنم. ضریب ساین دو است، هر دو طرف معادله باید تقسیم دو شود. خب در اینجا سعی کنیم در کسر اول صورت از دو ساین سی اکس دو ساین سی اکس تقسیم ضریب ساین تقسیم دو و طرف راست منفی جذر سه هم در صورت تقسیم امی دو. اناله اینی دوی طرف چپ امرای اینی دو خلاص میشه. وقتی که خلاص شد تنها میمونه ساین سی اکس میمونه مساوی به ای طرف اشاره منفی در خود می داشته باشه جذر سه بر دو شده. پس جذر سه منفی در پشوری کسر نشته کردیم، در اینجا جذر در صورت جذر سه نشته می کنیم، در پایان دو نشته می کنیم. حالا میره می بینیم که
کدام قیمت در جدول منفی جذر سه بر دوست؟ از ساینا را پیدا میکنیم که از کدام قیمت منفی جذر سه بر دوست. وقتی که شما در جدول ساینا را جستجو کنین، در نایه اول ساینا کلش مثبت است، در نایه دوم ساینا کلش مثبت است، در نایه سوم ساینا منفی است. این منفی جذر سه بر دو پیدا شد از 240 درجه که